پذیرش اتباع افغانستانی احساسی بوده است. اخراج اتباع غیر مجاز و افراد بدون مجوز خواهد بود و به زودی اجرایی می شود. آغاز قریب الوقوع طرح ساماندهی اتباع خارجی در ایران. سلام دوستان عزیز، باز هم منو یک خبری جدید در مورد مهاجرین در ایران. دوستان عزیز، یک گزارش را تهیه کردیم و البته از سایت دویچه وله صدای آلمان این گزارش ما تهیه کردیم که منابعش هم در اونجا هست و شما میتونین که دسترسی به اونجا داشته باشین و از اونجا هم بخونین. اما این گزارش ما تهیه کردیم و عنوانش هست که آغاز قریب الوقوع طرح ساماندهی اتباع خارجی در ایران. میریم همین گزارش با شما میخونیم و در همه اول میگم اگر میخوای که ویدیو رو تا آخر ببینی ویدیو رو نگاه کن، اگر نمیخوای اصلا از همه حالا نگاه نکن، به خاطر از اینکه نکات خیلی مهمی در این ویدیو نهفته هست و باید تا آخر ببینی. وزارت کشور، آغاز قریب الوقوع طرح ساماندهی اتباع خارجی. اسکندر مؤمنی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه 15 شهریور از آغاز قریب الوقوع ساماندهی اتباع خارجی خبر داد و اعلام کرد که نخستین گام این طرح اخراج اتباع غیر مجاز و افراد بدون مجوز خواهد بود و به زودی اجرایی می شود. با گزارش خبرگزاری انتخاب، مؤمنی در سفر به شیراز و در بازدید از محله سنگ سیاه این شهر این طرح را یکی از اولویت های اعلام شده در مجلس خواند و گفت اخراج اتباع غیر قانونی با در نظر گرفتن ملاحظات منطقه‌ای و همسایگی صورت خواهد گرفت. در همین زمینه یک دستورالعمل جامع در حال تدوین می باشد. پذیرش اتباع افغانستانی احساسی بوده است. در ادامه بحث‌های گسترده پیرامون حضور و ورود گسترده اتباع خارجی در ایران، سید حسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به ورود مهاجرین غیرقانونی افغان به ایران گفته است که پذیرش افغانستانی‌ها در ایران یک مقدار احساسی بوده. بحث‌ها و اظهار نظرها در خصوص اخراج مهاجران غیرقانونی در ایران در شرایط شدت گرفته است که مجلس شورای اسلامی اخیراً طرح را اعلام و وصول کرده که در صورت تصویب اون تعداد جمعیت اتباع بیگانه باید سالانه 10% کاهش داشته باشد. این طرح محدودیت های سختگیرانه در زمینه سکونت و اشتغال اتباع خارجی را نیز به همراه دارد، همونطوری که دوستای عزیز همکار خوب ما آقای سفری هم یک گزارش را در مورد سختگیری ها و محدودیت ها در ایران آماده کرده بود، شما هم دیدین و هر روز شاهد یک محدودیت جدیدی هستیم. امیدوار هستیم این محدودیت ها روزی پایان پیدا بکنه و مهاجرین عزیز ما برگرده به آغوش خانواده هایشان. جور و سلامت باشین دوستای عزیز، ای بود از این گزارش ما و امیدوار هستم که برای شما مفید واقع شده باشه.